حاضری؟ 3، 2، 1. سلام علیکم، قربونتون برم، حالتون چطوره؟ نه خوب نبود. خوب نیست؟ نه، باید با تمرکز بیشتری شبیه شه، تو افق نگاه کن. باشه باشه، بشمار. 3، 2، 1. بعضی آخر هفته میرن شمال، دیدم که میگم ها. آره، چوچ میزنم با نوشابه. آره. داری ادای منو در میاری؟ نه اصلا. آره. اختیار داریم، ما داریم برای مهمونی تمرین میکنیم. آره چرا به روز نیستی مدیری؟ به روز باد، الان دیگه اون دوره گذشته که میرفتی مهمونی جلو چادر میگرفتن پیژامه میپوشیدی. یکم استایلیش باش. استایلیش؟ آره دیگه. ببین الان همه مهمونی ها تم داره، مثلا مهمونی امشب ما مدیری پارتیه. همه قراره بشن مدیری. خوب نبود، یه بار دیگه تمرین کنیم. یه بار دیگه با انرژی بیشتر میدونیم حسیلی آدم سر میدونیم. بشمور. 3، 2، 1. انرژیاتون افتاده. من اینجوریم؟ آره دیگه. ببین من عدای همه رو عین خودشون در میارم. میگم من یه پیشنهاد دارم. نه من میگم بریم رو پلن بی. پلن بی ها، سیامک انصاری پارتی. آره اون گل من پارتی. اون خوبه. آره به نظر من خوبه. برم بشمور. برو. 3، 2، 1. این الان سیامکه؟ آره دیگه، تعجب کرده تو دوربین رو نگاه میکنه. آره میخوای یه تم دیگه بریم؟ خیلی خوب باشه. میگم دستمال کاغذی داری؟ آره. آه دو لایه هست؟ نه سه لایه هست. خیلی خوب. آره حاضری؟ 3، 2، 1. یه تعداد رفتار عجیب هم داریم که مخصوص مهمونی هاست. قدیمی ترینش اینه که میگن از کودکان عزیز در فرصت دیگری پذیرایی خواهد شد. واقعا تا حالا اتفاق افتاده که مثلا یه ماه بعد از عروسی یه کارت دعوت از کودکان به دست خانواده ها برسه که پیرو آن که وعده داده بودیم در فرصت دیگری از کودکان عزیز پذیرایی شود، لذا در تالار فلان واقع در شمال شهر پذیرای کودک شما خواهیم بود. هم چیز شنیدیم؟ یه رفتار عجیب دیگه اینه که بچه مهمان گریه میکنه، میگه من نمیام، میخوام شب خونه اینا بمونم. میزبانم میگه آخه ای الهی، تو رو خدا بذارید بمونه. همزمانم داره ویشکوم میگیره، از پشت بچه هل میده بچه رو سمت پدر مادرش. رایج ترین رفتار عجیب مهمانی ها به مدل برخورد اعضای خانواده میزبان با همدیگه مربوط میشه. تو مهمونی پاشو انداخته رو پاش، آروم آروم با باد بزن آکاردئونی خودشو باد میزنه. به محض اینکه مهمونا میرن پاچه شلوارشو میگیره سمت پنکه، باد میپیچه تو کل، از یقش میاد بیرون. خانومه جلوی مهمونا شوهرش رو آقای اندلیبزاده صدا میزنه. به محض اینکه مهمونا میرن میگه بیا این آشغالا رو ببر بذار سر کوچه گامبو. خود آقا هم که تو مهمونی هر 45 دقیقه بار درباره جا نیفتادن فرهنگ زندگی شهرنشینی سخنرانی کرده، تموم که میشه گربه رو از طبقه 12 نشونه میگیره، کیسه زباله رو میزنه روش. 3 نفر از 3 نسل، جوان، میانسال، مسن،
اول ببینیم محسن کی داریم. شما بیاین از طبقه میان سال. بله بله بله. یه محسن بفرمایید. بفرم. و یه جوان، یه جوان بیا این در بال بال میزنی بیا بفرمین. سلام علیکم. قربان شما. چند سالتونه؟ 54 سال. شغلتون؟ بازنشسته هستم. شما قربان؟ من 26 سالمه، مترجم هستم. مترجم به. شما؟ 38 سالمه، بیکارم. من ایشونو به عنوان میانسال آوردم، اوشونو به عنوان جوان. ماشاءالله. 26 28، خیلی هم عالی. اب نداره، حالا دیگه کاریه که شده. شما بفرمایید تعریف کنید که یک مهمونی خوب، مهمونی میخواین بدین، چه جوری باید برگزار بشه؟ به چه مهمونی میگید مهمونی خوب؟ با عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزان حضار محترم و تبریک سال جدید که سال حضرت زهرا سلام الله علیها است. بنده عقیده ای که دارم در مهمانی ها ضمن رعایت اخلاق تو مهمانی ها که اصلی ترین مسئله است و رعایت به نوعی عدم اسراف. بله. چون الان چشم هم چشمی و اسرافیگری باعث شده که مهمونی ها یه مقداری کم رنگ بشه. بله. و از اون حالت سنتی و از اون حالتی که به اصطلاح بحث اجتماعی بشه در بیاد، چشم هم چشمی بشه و حالت رقابت بشه که متاسفانه این خوب نیست. بله. حالا فرهنگ اسلامی ما که مهمانی ها صله رحمه برای موقعیت هایی که انسان میخواد به اصطلاح به هم نوعش و همسایش و فامیلش در مواقعی که نیاز هست سر بزنه و با همون سر زدن و صله رحمش باعث تسکین ایشون باشه، متاسفانه اون فعلا رخت بربسته. اون کرامت بزرگترا رو جوونا باید ببخشید. حالا من به این تعریف عرض میکنم جوونای مجلس باید ببخشن. خودم هم هنوز به اون صورت به صلاح پیر نمیدونم. بله. به نوعی چون برخورد زیادی با جوونا هم دارم. یکم از جوونیتون میگین. از کجاش؟ اصلا از کجاش بگم؟ بگی از هر جاش جنگش بگم؟ نه جوانتر. از زمان قبل از انقلاب بگی؟ در زمانی که دبیرستان بودیم بزرگترهای ما که بودن، من در محضر اون بزرگان به هیچ عنوان نمیتونستم ارزندامی توی جلسه ایرشتی باشیم. چند فرزند داریم؟ من 3 تا دختر بچه دارم، 3 تاش کنیز حضرت زهراست. زنده باش. خب بریم سراغ میان سالمون. بعضی مواقع شما تو مهمونیای میرین که فقط برای افراد بزرگسال، بحثایی که میکنن، صحبت‌ها، این که افراد کوچیک به نظرم میرن سراغ گوشیاشون چون بُنِد بحث نیستن. اینه که وقتی ما یه مهمونی میگیریم تمام سنین توش سرگرمی داشته باشن، بحث داشته باشن، اونطوری تو جمع میتونه که براشون خوشامدتر باشه. و همینطور این که خب افراد کوچیکم همینطور که آقا گفتن احترامم داشته باشن به بزرگتران، که بزرگترام راحت‌تر قبول کنن که کودکانم یا افراد کوچیک‌تر از خودشونم بتونن با آزادی بیشتری بحث کنن. بله. نوجوانمون خاموش کردن وایفای هم بعد اول خاموش کردن وایفا. حجم وایفا مهمه. بله. حداقل مقدور برنامه تلویزیونی جذاب نشد بحث سیاسی. آجیلا و میوا خطرناکه. مهمونی برنامه‌های جذاب تلویزیونی یا بحث‌های سیاسی. آره دیگه. یعنی همه بشینن یا برنامه جذاب تلویزیونی ببینن یا بحث سیاسی. آره پرت بشه حواسشون کلا به میوه و شیرنی اینا دست نسن. دکور بمونه. آها اهل کجایی؟ تهران. تهران. این هم نظری است. ایشون هر کی میگه بهتر بودن دستشو بلند کنه. ایشون نفهمیدم. یه بار دیگه برای ایشون. نه شما بیشترین. شما بیشترین.
متشکرم، متشکرم، قربونتون برم، خیلی ممنونم، انشالله همیشه همینطور میان سال بمون، خیلی ممنونم، قربون شما.